بخش فارسی صدای آمریکا از بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در امور هسته‌ای پرسید که چه اطلاعی درباره اعلام شرکت توانیر در مورد نقص فنی موجود در نیروگاه بوشهر که باعث خروج برق تولیدی بوشهر از مدار برق کشور شده دارند. نیروگاه بوشهر متاسفانه ما اطلاعات دقیقی در این مورد نداریم و خب طبیعتا شفاف بودن این مسئله برای همه مهمه، گرچه به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی اعلان کنه دقیقا چه مسئله ایجاد شده. البته در 2 سال گذشته مسئولین سازمان انرژی اتمی مکررن تذکر دادن که کمبود ارز مسئله زاد شده و خریدی قطعات از کشور روسیه با مشکل ایجاد شده و به همین جهت این میتونه ناشی از عدم تأمین منابع ارزی و نتیجتا عدم تأمین در قطعات باشه، مثل پمپ‌های بزرگ، مثل کمپرس‌های بزرگ. و این یه نکته. البته مسئله سوخت که ایران نداره، چون این سوخت رو از کشور روسیه میاد و سوخت استفاده شده هم بر میگرده و از این نظر مسئله سوخت نیست. از آقای قیاسی همچنین پرسیدیم با توجه به سابقه خرابکاری در دیگر سایت‌های هسته‌ای ایران، آیا علائمی از خرابکاری در نیروگاه بوشهر وجود دارد و اگر چنین است علائم آن چیست؟ اینکه آیا خرابکاری شده و آیا این میتونه حمله سایبری باشه، البته این سناریوها هم وجود داره و در سال 2010 مسائلی ایجاد شد در رابطه با نیروگاه بوشهر که نیروگاه مجبور به توقف شد و در آن زمان اعلام شده بود که همان استاک نکست اون ویروس سایبری که در نتنز اینها وارد شده بود اونجا هم وارد شده بود و برای 1 سالی اونجا مسئله داشت بوشهر و میتونه مسئله حمله سایبری باشه و نمیشه این رو گفت نه.